مهندس کوروش زعیم یکی از خوشنامترین فعالان سیاسی داخل کشور هست که هر از گاهی به زندان احضار میشه و گفتگو کردن با اون کار بسیار دشواری هست. خوشبختانه مهندس زعیم در هفته های اخیر بیرون از زندان بود و این امکان رو برای برنامه آبانگان فراهم آورد که با او گفتگو کنیم. از مهندس زعیم درباره تاریخچه وضعیت آب در فلات ایران پرسیدن. بعد از دوران آخرین یخبندان و آب شدن کوههای یخی و بالا آمدن سطح اقیانوس‌ها، دره جنوبی فلات ایران کمون خلیج پارس کنونی پر آب شده و تبدیل به شاخ آب کنونی شده و در نتیجه آثار تمدن‌های اون روز که کنار رودخانه بودن از بین رفته، ولی الان غواصا میتونن اونها رو تای خلیج ببینن. شبه جزیره عربستان که به آفریقا نزدیک بوده با فشار تخته قاره آفریقا به سوی ایران رانده می شده و این رانش فشار رو روی فلات ایران می برده. فشار شبه جزیره عربستان باعث شده که چین خوردگی های در فلات ایران قرار ایجاد بشه و نیز برآمدن رشته‌کوههای البرز و زاگرس رو به وجود آوردن که مانع گذشتن ابرهای بارانزای شمالی و شمال باختری هستند که بلندای اونها زیر 4000 متر و اغلبشون در بلندای 2000 متری یا کمتر هستند. بنابراین سطح بارش در فلات ایران به این ترتیب بسیار کاهش یافت. این فشارها هنوز ادامه داره. به این ترتیب ما به تدریج بیشتر متکی به بارانهای موسمی ناشی از تبخیر آبهای داخلی خود شدیم و کمتر به ابرهای وارداتی متکی بودیم. کم کم دریاچه‌های داخلی ما کوچک شدن. دریاهایی که الان کویر لوت و نمک شدن و همچنین خوارزم و رومیه و کاسبی که الان دریای مازندران خوانده میشه کماب و خوش شدن. نمک ناشی از خوش شدن برخی از این دریاچه‌ها و آبگیرها باعث تبدیل جنگل ها به درخسار، درخسار ها به بیشه، بیشه ها به بیابان ها و به این ترتیب کویرهای ما نمایان شدن. کشور ما از یک سرزمین سراسر بیشه و سرسبز و جنگلی و پرآب تبدیل به منطقه‌ای شد که امروزه در زمین شناسی منطقه خشک و کم آب خوانده میشه. از آن زمان تا کنون ما بارها شاهد کم و زیاد شدن میزان بارش در فلات ایران بودیم. برای مثال در از تاریخ اساطیری ما برمیاد که حدود هزاره ششم تا هفتم پیش از میلاد دوران کیومرث و هوشنگ ما کاهش باران خشکسالی رو تجربه کردیم و حدود 4000 سال پیش از میلاد دوران هوشنگ و جمشید و ضحاک خشکسالی دیگری رو داشتیم که بعد از 500 سال بارندگی دوباره اونقدر زیاد شد، سطح دریاچه ها بالا اومدن، ولی دوباره 2000 سال پیش از میلاد و همچنین حدود 750 سال پیش از میلاد خشکسالی های دیگری رو به ترتیب تجربه کردیم که اونها رو دوران زرتشت میگن. خشکسالی پدیده جدیدی نیست در کشور ما. هزاران هزار سال سابقه خشکسالی رو ما در کشورمون داشته ایم. اما ایرانیان باستان توانسته بودند خشکسالی رو مدیریت بکنند. مهندس زعیم درباره خشکسالی در تاریخ کشورمون چنین میگه. اشاره به خشکسالی در تاریخ ایران دوران ضحاکه که داریوش بزرگ همونو به عنوان چیرگی دشمن و دروغ و خشکسالی بر ایران نام برده. برخی تاریخ‌دانان ضحاک را نماد خشکسالی صدها ساله در ایران میدانن. به همین دلیل در تاریخ ما ضحاک منفوره. مردم رو همون خشکسالی به اندیشه های زشت و دروغ و به ذهن می دارن. در فرهنگ کهن ایرانی دروغ ضد دین بوده و پدیده اهریمنی و عامل خشکسالی به شمار می رفته. شاید در آینده خشکسالی ایجاد شده در دهه گذشته را هم همین پدیده حاکمیت دروغ بخوانند. نیایش باران که امروز روحانیت ما آن را نماز باران می‌خوانه و گریه عاشورا که در ایران کهن مسئولیت زنان بوده همه برای تشویق آسمان به بارش بوده. همگی از دوران اساطیری ایران بر جای مانده
و سنت ایرانی است. ایرانیان در دوران کهن هم برای باران و هم برای پایان دادن به خشکسالی نیایش و زنانشان گریه میکردند. در هر حال فلات ایران منطقه سرسبزی بوده که قومهای مختلف به اون مهاجرت کردند و به همین دلیل مورد هجوم قومهای وحشی هم قرار می گرفته. در فلات ایران وفور نعمت بوده، در حالی که در شمال ایران سرما و یخبندان و در سرزمین های جنوب ایران مانند شبه جزیره عربستان گرما و کم آبی. از زمان با وجود بیابان کویری و شورزار فلاتی و شورزاری که الان مشاهده میکنیم، فلات ایران سرسبز و پر از درخت و بیشه و جنگل و فراوانی حیوانات درنده و چرنده بوده. بلوچستان، جیرفت، جنوب باختری ایران مناطق سرسبز و حتی مرکز تولید میوه و بعضی میوه های مانند خرما و مرکبات و انواع فرآورده های کشاورزی بودن که الان بیشترشون متروک مانده. درباره سدسازی بیرویه و نوع مدیریت فعلی مدیران بر حوزه آب از مهندس زعیم سوال کردم. دشواری کنونی با کمبود آب در ایران ارتباطی با دورانهای زمین شناختی و خشکسالی های طبیعی که مسئولان را بهانه قرار می دهند نداره. حتی اگر گرمایش زمین هم اثری روی این بحران که ما تجربه می کنیم داشته باشه، گرمایش زمین یخچال های شمالگان و جنوبگان رو آب می کنه. سطح آب اقیانوس ها بالا میاد، سطح تبخیر بالا میره، باران و سیل ها افزایش پیدا میکنن. بنابراین این به نوعی کمک میکنه که ما ذخیره آب زیرزمینیمون رو افزایش بدیم. هرچند اگر هم زمین شناسان تشخیص داده باشن که دوران خشکسالی ما نزدیک میشه یا اجتناب ناپذیره که درست هم هست، بایستی ترفندهای دراز مدت رو برای آماده سازی کشور برای چنین بحرانی اتخاذ بکنیم و هیچ ارتباطی با خشکسالی ناشی از عملکرد جمهوری اسلامی نداره. من سبب بحران کنونی آب رو تنها نابخردی و ناکارآمدی و سودجویی میدونم. چه ساله که پروژه های عمرانی کلان کشور بدون مطالعه کافی و بدون مهندسی حرفه‌ای و گاه حتی بدون کاربرد اقتصادی و نیاز به آنها انجام میگیره. یک نمونه بارز آن پروژه های سدسازی سدهایی که در جمهوری اسلامی ساخته شده در جایهای نامناسب بدون کاربرد اقتصادی و با هزینه های بسیار بسیار بیشتر از اینکه اگه با نظارت و کنترل های لازم اعمال میشد انجام گرفته. بسیاری از اونها در جاهای ساخته شدن که رودخانه یا دیوارهای دریاچه پشت سد آبرفت دارند. سدها بلندتر از ضرورت هستند و آسیب‌های جبران ناپذیر سیستم به حفاظت از آب زدن، مانند سدهای پیشی کارون، سیوند و سدها سد دیگه. یک آسیب دیگه این سدها بخار شدن حدود 30% آب پشت سد هاست. این بخار آب برخلاف ادعای برخی مسئولان جمهوری اسلامی دوباره در باران بر ما بر نمی گرده، بلکه با باد به خارج از کشور یا در جایی که امکان بهره برداری از اون نیست تبدیل به باران میشه. رودخانه های جلو سطح ها کم آب یا خشک شدن، دریاچه هایی که از رودخانه ها تغذیه می کنن خشک و نمکی شدن و نمک با باد پراکنده شده، زمین های کشاورزی پیرامون اونو نمکی و بایر می کنه. دریاچه های بختگان، هامون، ارومیه از جمله این تلفاتن که همه از اون اطلاع دارن. از اونجا که سدسازی در دست نهادهای خاصی است که به هیچ وجه کنترل پذیر و پاسخگو نیستند و قدرت بازدارنده هر گونه حسابرسی یا بازرسی رو دارن، بهای تمام شده آنها هم بسیار بیشتر از هزینه واقعی به حساب مردم گذاشته میشه. مانند سد سیوند که قرار بود با 3 میلیارد تومان ساخته شه ولی در نهایت نزدیک پای ملت حساب شد. دیگر اینکه ساخت سدهای بزرگ اکنون دیگه بیش از 2 دهه است که در کشورهای غربی منسوخ شده و مهندسان آنها ثابت کردند که از دید کاربردی و حفاظت منابع آب و زیست بوم بسیار آسیبزا هستند و آمریکا حتی دستور تخریب 2 سد بزرگ سالم خودش رو داده. دانش مهندسی غرب آنها را به جایی رسونده که ما از 3000 سال پیش بودیم.
به جز چند سد بیش از 20 متر در جاهایی که بلندای آب زیاد بوده ما در طی 5000 سال پیش نساختیم. همیشه آب بند می ساختیم. آب رو تا برای اینکه در دسترس مردم قرار مکان قرار بده آب بندهایی به ارتفاع 10 متر یا گاهی 5 متر گاهی کمی بیشتر میبندیم که فقط آب برای کشاورزان و مصرف مردمی که کنار رودخانه زندگی میکردن در دسترسشون باشه. ما 5000 سال پیش روی کشی آب و فاضلاب داشتیم و در شما یک نمونه شو میتونید در لرستان که اخیراً کشف شده و در تخت جمشید ببینید، ولی ما الان فاضلاب اونو وارد از طریق چاه ها وارد آب زیرزمینی میکنیم و حتی بعضی من خبر دارم که یکی از خطای فاضلابی هم که کشیده شده توش رو آستری که جلو نشت آب رو به بیرون میگیره نذاشتن به خاطر اینکه کار رو با سرعت تمام بکنن و بنابراین فاضلاب رو توش رها کردن که انگار اصلا همچین فاضلابی ساخته نشده. سوال دیگر من در ارتباط با نگاه جبهه ملی به وضعیت بحران آب و بحران محیط زیستی حال حاضر بود. جبهه ملی ایران هم یکی از سازمان‌های سیاسی ملی است که در خفقان کامل به سر می‌برد. با وجود این برخی هموندان وظیفه شناس جبهه ملی تا آنجا که امکان داره وظیفه خودشون رو که انتقاد انجام میدن و طرح‌های سازنده میدن و هزینه اون رو هم که معمولا زندان یا محرومیت از فعالیت به جان می‌خرن.